زوج الفاطمه لعلی ابن ابی طالب، عاقد کی خود ذات خدا. اینو خوب دقت کن تا برسیم به رحمت الله. عاقد خدا، اینم مفصل حرف داده تو سال روز ازدواج عرض میکنم که تو هر عوالمی یه عقدی بسته شد. عالم دنیاش، خب مهریه زمینی چی بود؟ روایت میفرمون امیر المؤمنین زره فروختن، چند تا چیزی خریدن، گفتن یا رسول الله همین رو به عنوان مهریه دارم. بعد خطاب شد که خدا فرمودن مهریه فاطمه رو کل آبهای عالم قرار داد. این دو باز دوباره حرف داره، چرا؟ به چه معنای؟ بعد فرمودن ربع دنیا، بعد فرمودن کل زمین رو مهریه فاطمه قرار دادم. همه اینا حرف داره، بماند به جای خود. تا جایی که شروع کرد خدا تمام ملائکه خوشحالی کردن، فقط بهشتش رو روایت می‌فرماند امام صادق که خدا درخت طوبی رو در بهشت در فردوس تکون داد، شروع کرد نثار ریختن، برگای درخت ریختن. می‌بینید بلا تشبیه هزاران مرتبه توی مجلسی نثار بدن، بزرگا می‌نشینن میگن زشته، بچه‌ها میرن. روایت میفرمان جبرئیل و میکائیل بود که از همدیگه سبقت میگرفتن برن نثار ازدواج فاطمه و علی رو جمع کنن. بعد امام صادق میفرمان اهل بهش وقتی میخوان به هم هدیه بدن همون نثار رو میدن، میگن هازا نثار فاطمه. یکی از اونها رو فرموده در نجف است، همون نثارها. روایت میفرمان ارخص الله الدر، خدا در رو ارزون کرد که همه شیعیان بتونن داشته باشن، والا افضل از عقیق و هر حجر و سنگیست در نجف. فرمود یک مرتبه نگاه یک زیارت امیر المؤمنین تو پرونده نوشته میشه. حالا خطاب شد به فاطمه زهرا، فاطمه جان مهریه چی میخوای؟ همه رو عرض کردیم این یه جمله رحمت الله منشأش و مصدرش فاطمه زهرا. فرمود یا ابتا یا رسول الله، یه چیزی بیشتر مهریه نمیخوام، اونم شفاعت شیعیان شوهرم علی ابن ابی طالب است. جبرئیل نازل شد، خدا قبول کرده، نه ضمانت نامه میخوام من فاطمه. اصلا خدا تو خدایی خودش حسابش نمیکنه. ببین قرآن دیگه فرمود اصلا برای فاطمه من شما رو خلق کردم. حضرت زهرا گفت ضمانت نامه میخوام. جبرئیل برگر آورد، لذا در کافی شریف دیگه میتونید خدش کنید در روایات کافی، در وصایای حضرت زهرا، علی جان موقع دفنم این ضمانت نامه رو هم با من دفن کن، به خدا قسم وارد بهش نمیشم تا تک تک شیعیان تو رو وارد بهش کنم. بعد خودم